امروز یک سه 1400 یک کیس خیلی جالب داریم. ایشون یه استامپ خیلی کوتاه دارن از نزدیک بگیرید. استامپ کلن 7 سانتی متره، به اضافه اینکه یه هایپر اکستنشن شدید دارن، زانو عقب زدگی زانو داره، به خاطر همین از پروتز های با شل بریز استفاده میکردن و پروتز سیستم قدیمی با شل بریز خیلی اذیت بود. تقریبا 2.3 کیلو وزن پروتز قبلیشون. با استفاده از سیلیکون لاینر و یه پروتزی که هم در واقع زانو رو با یه پلیتیکی هم زانو رو کنترل کردیم، همین که در واقع اومد انحراف جابجایی لقی زانو رو کنترل کردیم و همچنین اومد از پنجه‌های کربنی CGS استفاده کردیم. ایشون الان خودش داره خیلی راحت راه میره، حتما فیلمش رو میذاریم ببینید. خودت اول توضیح بدید خانم نازی الان چه فرقی میکنه این دو تا پروتزتون؟ خب این فشار نقطه‌ای داشت، دردش خیلی شدید بود ولی این فشارش پخش یه جوری همه جا درگیر. زانو دیگه عقب میزنه؟ نه اینجور عقب زدگی رو که با شل و مفصلم میخواستم بگیرم نشده بود. من احساس میکردم لبلب میکنم ولی با این واقعا سبکی و راحتش چجوریه؟ واقعا نسبت اون خیلی سبکی. من به ضربت که دادیم تمرین کنم واقعا راحت بودم. راحته؟ جالب اینکه ایشون روز تولدش بود و کادوی تولدش شد. یکی از علل این که ایشون داره خیلی راحت راه میره، حالا فیلمش رو میبینیم، اینه که استفاده از پنجه‌های کربنی. پنجه‌های کربنی چون بازوی اهرمی داره توی راه رفتن، فشار وارده به مفصل زانو و استامپ رو خیلی خیلی کاهش میده و همین باعث میشه که فرد خیلی راحت‌تر و روان‌تر و نرمال‌تر بتونه راه بره. تو راه رفتنش رو یه استامپ خیلی خیلی کوتاه با یه عقب زدگی خیلی زیادی که داشتن، ولی خدا رو شکر تونستیم پروتز عقب زدگی رو کامل کنترل کنیم و یه راه رفتن خیلی ناراحت و خوب. چطور خانم نازی؟ عالی. عالی. چه حسی داری؟ خیلی عالی. یه جدیدیه چون ما پروتز قبلی که دارم می‌رفتم فقط درد راه رفتن. از پنجه از راضی هستی؟ راحته؟ پنجه کربنیش یکی از CGSه، یکی از پنجه‌های خیلی خوب و خدا شکر راحت. راه برید قشنگ یه بار دیگه همه دوستان ببینن. شما حدس بزنید که کدوم پاشون پروتزه الان؟ من